همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، واکنش ها در اسرائیل به انفجارهای دیروز در کرمان چی بوده؟ با اینکه مقامات رسمی در اسرائیل، وزرا و حتی نمایندگان پارلمان هم در این رابطه هیچ گونه اشاره و واکنشی نشان ندادند، اما این مطلب در صدر خبرهای دیروز و حتی امروز در رسانه‌های اسرائیلی قرار گرفته. دیروز یک مقام امنیتی در اسرائیل که نخواست نامش فاش بشه گفت که بیش از 40 سال هستش که از مشکلات اقتصادی تا نیامدن باران را جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل رفت میده و او را مسئول میدونه و اسرائیل غافلگیر نشده که در این رابطه هم یکی از کسانی که مورد مسئولیت و هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته اسرائیل هستش. کانال 12 گفت که اصلی ترین متهم به نظر اسرائیل داعش هستش و اتهامات برخی از مقامات جمهوری اسلامی را بیهوده خوند و گفت که اسرائیل هیچگاه مردم عادی را مورد هدف قرار نمیده و انفجار در قلب جمعیت بیگناهان در ایران از روش‌های اسرائیل نیستش. وال استریت ژورنال هم گزارش داد که اسرائیل به متحدان خودش در منطقه اطلاع داده که هیچ گونه ارتباطی با انفجارهای روز گذشته در ایران نداشته. بر اساس این گزارش، افراد آشنا با عملیات اسرائیل گفتند که سبک انفجار با الگوی حملات اسرائیل که معمولاً دقیق هست و زیر ساخت‌ها و افراد مشخص و مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار میده کاملا غیر قابل مطابقت هستش. کاخ سفید هم همانطور که گفتی اعلام کرد که ایالات متحده جزئیاتی در مورد این انفجار نداره و هیچ نشانه‌ای را که اسرائیل در این رابطه نقشی داشته باشه هم وجود نداره. بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم از توضیحاتت.